در حالی که یک سوم خاک ایران قابلیت کشاورزی داره، فقط 12% اون زیر عملیات کشاورزی قرار گرفته. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل این امر علاوه بر کمبود منابع آبی، دور بودن کشاورزی از صنعت و علم روز هست. باید چاره‌ای بیندیشیم، ماشین‌آلاتی طراحی کنیم مخصوصا در بخش خاکورزی و کاشت که اینها بتونن آب و در خاک حفظ کنن و بذر بتونه در موقع مناسب از خاک و آبی که در داخل اون هست استفاده کنیم. کمک بکنیم ماشین‌آلات وارد ازن به حضور شما که ماشین‌آلات بیشتری وارد مزارع بشن، زمین‌سازی آشنایی بیشتری کشاورزان و بهره‌وردان رو با تکنولوژی‌های روز بکنیم. بهره‌مندی از فناوری‌های روز و دانش غلبه بر محدودیت‌ها رو راحت‌تر می‌کنه. این دستگاه میتونه تا 90% در مصرف آب، تا 50% در هزینه، مثلا کود، مثلا هزینه‌های نگهداری گیاه راهنمایی میکنه توسط دیتابیسش به کشاورز که از گیاه نگهداری کنه. دستگاه نمونه خارجی نداره و تماما بومی سازی شده است و قطعات این کمبان 1/3 سایر کمبانه مشابه طوری داخل و خارجی هستش. یکی از ویژگی برتر این کمبان اینه که ریزش گندم رو زیر 1% آورده. تجهیزات صنعتی در کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ثانوی دارند. تجهیزاتی که البته گران هستند و ورودشان به صنعت کشاورزی نیاز به حمایت بانک ها داره. وقتی میشینیم محاسبه میکنیم، میبینیم یک ماشینالاتی که میخوان به صورت اقساط بدن تقریبا 2 تا 3 برابر پای یک کشاورز و تولید کننده در میاد که اصلا مقرون به صرفه نیست و این هزینه و سرمایه برگشتی برای کشاورز نداره. گران بودن ادوات کشاورزی موجب شده کشاورزان نتونن برای زمین های کوچک خود از اونها استفاده کنند. تعاونی های روستایی با تجمیع عملیات های کاشت، داشت و برداشت در این زمین ها میتونن کشاورزی رو به سمت مکانیزه تر شدن ببرن. میانگین قطعات زمین های کشاورزی در ایران حدود 3.5 هکتاره که این امر موجب شده کشاورزی ما به جای صنعتی بودن معیشت محور باشه. دقیقا همین مشکل باعث شده که ادوات کشاورزی مثل این کمباین به مزارع کشاورزی ما کمتر راه پیدا کنند. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.